مهمار من امریکایی است و ایران را هرگز ندیده ولی فارسی آمیانه ایرانی صحبت می کند. تسلط او بر زبان فارسی البته صرفا برای مصرف شخصی او نیست. او سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه امریکا است و مأموریت و مسئولیت خطیر او برقراری ارتباط با مردم ایران آن هم در شرایطی است که نه فقط بیش از سی سال است که رابطه دیپلماتیک بین دو کشور برقرار نیست بلکه روزی نیست که اتهام مختلف و سخنان غیر دوستانه بین مقامات دو کشور رد و بدل نشود و قلم دیگری به فهرست تحریم های گسترده امریکا علیه ایران افزوده نشود در چنین شرایطی چقدر امیدوار است که تلاش های او به نتیجه برسد آلن ایر به برنامه به دیگر خوش آمدید. خیلی تشکر میکنم لطف کردیم. آقای ایر دولت امریکا اخیرا یک سفارت مجازی ایجاد کرده و شما هم نقش فعالی دارین در اون. هدف چیه؟ هدف ایجاد این, این سفارت مجازی هدف ما در برقراری در ایجاد این, برن... این سفارت مجازی یعنی دو تا بود یعنی میخواستیم می خواهیم ارتباط برقرار کنیم بین ملت ایران و ملت آمریکا و به اضافه اون ما می خواهیم اطلاعات, و اطلاعات مفید و جالبی به مردم ایران ارائه دهیم هم در مورد درخواست ویزا هم در مورد جامعه آمریکایی هم در مورد مواضع رسمی دولت آمریکا راجع به موضوعات این اون یعنی منطقه یا دنیای این قصد ما بود این نیت ما بود این یه بخشی از تلاش ما برای, برای برای به قول معروف به قول خانم کلینتون برداشتن این پرده الکترونیک که دولت ایران میخواد دور مردم خود بکشه خب حالا شما چه زمانتی میتونید بدین که این صفحه اینترنتی یا این ارتباط اینترنتی تبدیل به یک عرصه دیگه ای از تخاصم اینترنتی بین ایران و آمریکا نشه یعنی علیه همدیگه برها مسائل سیاسی مطرح بشه نه اما نیست؟ نه،, نه یعنی نیت ما پاکه ما میخوایم اطلاعات به درد بخور به مردم ایران ارائه بدیم اگر اونهایی که کاون در مورد جامعه آمریکا یا در مورد درخواست ویزا یا این و اون میتونند به این وبسایت رجوع کنه نگاه کنه اونهایی که کنجکاو نیستن نباید یعنی این چیزی یعنی قصد ما این است همون جور که عرض کردم فقط یعنی در سر این عدم روابط دیپلماتیک بین ملت دولت های آمریکا و دولت, دولت ایران و دولت آمریکا یعنی فرصت های زیادی از دست دادیم برای برقراری ارتباط بین ملت ما ملت آمریکا و ملت ایران ما می با این وبسایت با این وبسایت با این تارنما اینو جبران کنیم تا اندازه حالا چرا اسمش سفارت گذاشتی؟ اگر قراره که ارتباط باشه خب میتونه هر چیزی باشه به غیر از سفارت شما در داخل خود این وبسایتتون هم میگید که این سفارت نیست و این رابطه دیپلماتیک هم. نیست و اگر نیست چرا اسم سفارت گذاشت نه اسم سفارت مجازیه و اگر به اون نگاه کنید و ان به اون نگاه کردید الگو اولگوی این وبسایت این, این وبسایت درست مثل الگوی وبسایت های دیگر ما در کشورهای دیگر در سفارت خانه های دیگر در کنسولگری های دیگر از نظر شکل از نظر الگو از این نظر این اسم رو به کار می بریم سفارت مجازی آمریکا در تهران یا در ایران نه تنها اطلاع ارائه میدیم بلکه بلکه می خواهیم از مردم ایران بشنویم یعنی این دو طرف است <applause> یعنی مثلا من که یک قسمتی از این وبسایت دارم بنده که چی با, you know, you know, با سخن صحبت کنیم و مردم ایران اگر سوالی داشته باشند و نظری دارند میتونند بگن چون قبلا اینو عرض کردم که رول من نقش من به عنوان سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه اینطور نیست که فقط مواضع رسمی آمریکا بیان کنم من هم میخوام بشنوم از مردم ایران که نقطه نظرشون چیه ایرادشون چیه گلهشون چیه پیشنهادشون چیه از این نظر این وبسایت این تارنما یه فرصت خوبی به دولت آمریکا میده تا نه تنها سخن بگیم ولی بشنویم حالا شما اگر برگردید به دو سال گذشته وقتی که آقای اوباما پیام نوروزی برای فرستاد برای مردم ایران دو سال پیش خطابش به مردم ایران بود و رهبران ایران یعنی اون چیزی که عمده به نظر می رسید خطابش به رهبران ایران بود سال بعدش این رهبران هست شدن و خطابش فقط به مردم ایران بود و به نظر می رسه که یک تغییر موزه به وجود اومده در دولت آمریکا سر برخوردش به ایران خانم کلینتون هم اخیرا در همین مصاحبه ای که با ما داشت صحبت از این کرد که یک جنگ قدرتی در داخل ایران داره صورت میگیره در حال حاضر من میخوام بدونم که الان در حال حاضر با ایجاد این سفارت این در راستای نوع نگاه امریکا به وضع فعلی ایرانه یعنی براش مشخص شده الان که این جنگ قدرت و حاصل این جنگ قدرت میتونه خیلی معادلات رو تغییر بده سی... سیاست آمریکا در مورد ایران همیشه ثابت بوده یعنی عوض نشده سیاست ما دوگانه است نسبت به حکومت ایران ما نه تنها آمریکا بلکه جامعه بین سعی میکنه که آ... فشار رو تشدید کنیم بر ایران آ... تا ایران خود ایران دولت ایران آ... تغییر موضع بده و به وظایف بینوملالیش عمل کند و با حسن نیت و جدیت و اترام متقابل وارد مذاکره بشه این سیاست دولت ما و جامعه بینوملالی به طور کلی نسبت به دولت ایران و همون گونه که رئیس جمهور اوباما مکرر فرمودند یا ما می کنیم که بر ایران یعنی که تشدید فشار باشه بر دولت ایران و و انزوای بین ایران بیشتر بشه در همون وقت ما سعی می کنیم با ملت ایران ارتباط برقرار, برقرار, کنیم و گسترش بدیم یعنی برعکس چون الان خود دولت ایران سعی میکنه که مردم خودشو منزوی کنه ما می خواهیم که مردم ایران با هم دیگر ارتباط برقرار کنه و با بقیه دنیا خانم کلینتون مرتبا اعلام میکنه که یکی از حقوق اساسی مردم دنیا نه تنها مردم ایران یا خاور میانه دسترسی به اطلاعات است و دسترسی به اینترنت دسترسی به محوره ها و برنامه های محوره ای که مرتبا مثلا دولت ایران سعی میکنه پاروزیت بیندازه و از این نظر ما سعی میکنیم که مردم ایران مثل بقیه دنیا میتونن با همدیگر ارتباط برقرار کنن و با بقیه دنیا خب حالا آقای شما صحبت از شما میتونید بگین آلن بسیار خوب آره این از یک طرف شما صحبت از این که فشاری بیشتری ایران وارد کنین برای اینکه بیاد و مذاکره کنه البته قصدتون از مذاکره منظورتون سر برنامه‌های ایه که سال‌های زیادی هست که باید مذاکره بکنید منظورتون اینه دیگه اصلی بله یعنی بل. در مورد اون موضوعاتی که مورد نگرانی جامعه که عمدتا برنامه حسد ایران مناسر به اونکی نیست.. می برمی... بله. 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 گردیم برنامه حسد ایران م. ولی خب از طرف دیگه شما تحریم ها صحبت میکرد. م. دولت آمریکا به خصوص ته اخیر و از یک سال اخیر و به خصوص ماهای اخیر تحریم ها رو ابعادش رو گسترش داده و عملا به دنبال اینه که انگار اقتصاد ایران رو فلج بکنه و این رو شما میذارین که هرچه انزوا بیشتر بکنیم و فشار بیشتر به بی ایران بیاریم اینا ممکنه بیان پای میز مذاکره از طرف دیگه شما به خوبه میدونین که فشار عمده این تحریم ها بر مردم ایران مردم ایران در واقع دوچار مشکلات خیلی عدیده ای شدن و خواهند شدن از این به بعد هم به خاطر این تحریم هایی که وجود داره از یک طرف شما عملا فشار را بر مردم ایران وارد میکنن از یک طرف سایت اینترنتی باز میکنن و میخواین که با مردم مراوده داشته باشین و دوستی ایجاد بکنین این دوتا یه خود به هم انگار نمیخورد بله یعنی نگفته پداست که تا اندازه تحریم ما اسیب داشت داره بر مردم ایران این قصد ما نیست قصد ما این است نیت ما این است که این تحریم ها هدف من بشه صد درصد موافق نشدیم معلوم است و از همون اندازه که مردم ایران آسیب میبینند از این, از تحریم ها واقعا است ولی ابزاری دیگر جامعه بینالمللی که نداره یعنی ما نه تنها آمریکا چون فقط یک مسئله بین آمریکا و ایران نیست شورای امنیت ملی ملل سازمان بین انرژی اتمی گروه های بین مختلف همشون با یک صدا اظهار کردن که دولت ایران باید به وظایف بین عمل کند و این نه فقط مربوط به برنامه هسته ایش حتی در مورد مسئله حقوق بشر داخل ایران است یعنی فرموش نفرمایید. که بعضی از این تحریم ها اصلا هیچ ربطی به موضوع برنامه نداره بلکه موضوعش همون نقض فاهش حقوق بشر داخل ایران است پس در مورد سوال شما بله ما میدونیم که تا اندازه مردم ایران ضرر میبینند از این تحریم ها و ما سعی میکنیم اینو به حد اقل سطح برسونیم ولی عمدتا شما میگین که مسئله حقوق بشر مسئله بشر موضوع حقوق بشر موضوعی که خیلی وقت نیست که عمده شده ولی تا به حال همیشه مسئله برنامه هسته ایران بود قهدنامه هایی هم که در سازمان ملل علیه ایران صادر شده اغلب در مورد برنامه هسته ایرانه ولی خب موضوعی که نگاهی که منتقدین به سیاست های غرب و به خصوص امریکا میکنن سر مسئله برنامه ایران اینه که خیلی انتخاب میکنه یعنی همه جانبه نیست و همه هم نیست مثلا فرض کن دولت اسرائیل رو هیچ وقت زیر فشار قرار داده نمیشه که بیاین شما روشن بکنین و به سوالهای های آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ایش جواب بدین عضو انتیپی هم نیست و به هیچ مقررات بین هم پایبند نیست و کسی کارش نداره ولی فشار عمده بر ایران میارین که ایران در عین حال عضو ان هست یعنی قرارداد معاهده من گسترش سلاح هسته ای و بازرس های آژانس بلومرالی انرژی اتمی هم در تهران در جاهای مختلف ایران هستند و مرتبا بازرسی می و گزارش هاشون هم مرتب منتشر میشه این دوگانگی در برخورد به این مسئله هستش که بسیار ایران نگران کرده و ممکنه اعتماد کامل به دولت آمریکا نکنند سریم. نه موضوع جامعه اصولیه یعنی اینکه ایران به عنوان کشور امضا کننده همون NPT آه، مواده عدم گسترش اصلاح های هسته ای هم حقوق هم وظایف داره و همه موافق هم IAEA سازمان بین مال انرژی اتمی هم سازمان ملل متحد و شورای امنیت مل امنیتی بین که ایران اصل یعنی این عدم پایبندی ایران به این معاهده محرز است پس ایران باید طبق با تعهدات بین عمل کند خب. اصل مطلب این است یعنی ما یعنی نمیخوایم به هاشی بریم راجع به این موضوع اون موضوع یا خاور میانه و سول و این و اون ایران اصلا قول داد یه جوری عمل کنه که اصلا جوری عمل نکرده است حالا. ولی, ولی آلن شما متوجه هست متوجه سوال من هستید یعنی علت این که بسیاری از ایرانی ها که حتی مخالف دولت ایران هم هستند وقتی برمیگرده به مسئله فشاری که به ایران وارد میشه و تحریم هایی که میشه به دلیل برنامه هسته ایش این سوالی که من کردم در ذهنشون هست شما متوجه هستین که این همچون وضعیتی وجود داره واقعا در ایران در صدر 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 یعنی یعنی توجه دارم ولی سال جالب ممکن جالبتر اینه چرا ایران همکاری نمیکنه با این وظایف اگر واقعا یعنی ماهیت برنامه هستی ایران صرفا سهلامیز باشه چرا ایران راضی نیست با ساز آژانس همکاری کنه به قول معروف آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است از این نظر چرا اقتصاد ایران باید فدای برنامه هستیش بشه اگر واقعا سهلامیز باشه یعنی این همکاری چیز خوبیه خب حالا این تحریم های زیادی اعمال شده علیه ایران امه. و مقامات ایران البته همواره گفتن که این تحریم ها اثری نداره ما کار خودمون میکنیم و اینا فشارهایی هستش که غیر منصفانه است به ما وارد میشه ولی امه. اثری نداره ولی خب بالاخره اگر که این تحریم ها اثر نکنه و ایران به پای میز مذاکره بر نگرده و تن نده به خواست های اه... کسانی که این تحریم ها رو اعمال میکنن بعدش چی؟ یعنی معلوم است که این تحریم ها مؤثره خود پریزیدنت رئیس جمهور احمد نجاد دو سه هفته پیش در همون جلسه مجلس که وزیر امور داری و اقتصادیش اش... استیزار شده رفت مجلس و اعلام کرده که در اثر این تحریم ها یعنی که خیلی ف... یعنی کارشو میکنه ما باید اینشون رو کنه این... یعنی ایشون اعتراف کرده در مجلس که این تحریم ها شدید ترین تحریم ها در تاریخ معاصر ایران است پس من به شما میگم همون چیزی که رئیس جمهور احمد نژاد در مجلس فرمودند تحریم ها موثره یعنی مصمر بود سمرند یعنی کارشو میکنن آها موثرنه. یعنی پس از این نظر این سیاست دوگانه دو مسیره را ادامه میدیم چون مواصره ولی در... در این حال آلن های زیادی هم اواخر میشه آه. سر مسئله امکان یک نوع حملی نظامی به ایران که به دلیل اینکه هم مقامات آمریکا و هم کشورهای دیگر جمله اسرائیل صحبت از این کردن که تمام راهها برای ما بازه و روی میزه و ما میتونیم که هر کاری که لازم باشه سر موقعش بکنی و اینها یه مقداری سبب شده که بسیاری فکر کنن که ممکنه یک برنامه هایی برای حمله به ایران وجود داشته باشه شما از طرف وزارت خارجه امریکا میتونین به طور قاطع بگین که برنامه برای حمله به ایران از طرف امریکا یا لاقل وجود نداره؟ من میتونم حرف رئیس جمهور اوباما را تکرار کنم ایشون فرمودن که همه گزینه ها روی میز است ولی هم معلوم است که بهترین راه برای, رسیدن به یه راهلی جامعه مناسب دراز مدت مذاکرات است و قرب و گروه پنج به علاوه یک مشتاق وارد مذاکرات با ایران است مشکل این است که تا حالا ایران اصلا نمیخواست وارد مذاکره بشه تا ما میتونیم به طور با مذاکره و گفتگو این مسائل باقی مانده را حل کنیم ولی البته نگفته پیداست حتی حتی شیرا، حافظ شیرازی میدونه که ما مشتاق مذاکره هستیم آه. خب حالا یک موضوع دیگه ای هم که از طرف امریکا مطرح شد مسئله این پرونده اتهام طرح ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن که خیلی سر صدا کرد و ایرانی ها البته اینو کاملا رد کردند و گفتن این یک طرح توطئه علیه ایران در که از طرف امریکا یاداره داره ام مطرح میشه پرونده این به کجا کشیده؟ هیچ سند و مدرکی مشخصی ارائه نشده تا حالا که واقعا یک همچون طرحی وجود داشته برعکس یعنی یکی از جذابیت این آ... این آ... میخوام نمیخوام روی حرف شما حرف بزنم خواهش میکنم جور... ب... 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 ولی صحبت نه... همینه بعد. جالب این است که وقتی این آ... اتهام مطرح کردیم خود کیفر هاست را هم به زبان انگلیسی هم زبان فارسی یعنی ترجمه شده پست کردیم روی اینترنت تا اونهایی که ایرادی دارن که میگن که مثلا توته یا هرچه باشه میتونن به این کفر هاست رجوع کند میتونن اینو بخونید و اگر نقطه ضعف هست به ما بگین یعنی این یک موضوع سیاسی نبود این یک موضوع قضایی بود و یعنی این توته این, این برنامه ترور کردن سفیر عربستان سعودی در آمریکا که کشف شد ما وارد عمل شدیم و اینو پست کردیم یعنی و این, اص... این اصله شفافیت یکی از نقاط قوت سیستم قضایی آمریکاست. آها. یعنی الان در چه مرحله ای این پرونده الان یعنی باید بره دادگاه مطرح بشه یعنی مراحل, مراحل قانونی قضایی ام. رو طی میشه بسیار خوب حالا یک موضوع دیگه ای که من اشاره پیشتر کردم به اینکه خانم کلینتون گفته بود که مبارزه قدرتی در ایران در جریانه نظر دولت آمریکا یعنی تحلیل دولت آمریکا از این مبارزه قدرت داخل ایران چیه یعنی شما چطوری میبینید وضعیت امروز ایران و این کشمکشی که در بین دو جناح اصولگرا در ایران در جریانه یعنی من به عنوان سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا یعنی راجع به مسائل داخلی ایران یعنی نباید اظهار نظر کنم تا اندازه زیاد یعنی به جزئیات بپردازم چیزی که مهم است این است که یعنی مردم ایران حق تعیین سرنوشت خودش داره حق انتخاب رؤسای خودش داره و وقتی دو، یک دولت ایران از مردم خود نمایندگی میکنه این خوبه یعنی ما به عنوان دولت آمریکا میخواهیم با حکومت ایران وارد مذاکره بشیم راجع به این جریانات مختلف سیاسی و داخلی و زر و خور رو این چیزها من زیاد نمیتونم اظهار نظر کنم الان یعنی معلوم است که اختلاف درونی هست در ایران ولی چیزی که برای آمریکا و برای جامعه بین و مللی اهمیت داره این است که دولت جمهوری اسلامی ایران صرف نظر از رئیس کی باشه نایب رئیس کی باشه وارد مذاکره بشه با جامعه بین و مللی تا ما میتونیم به طور سهلامیز این مسئله مهمی که باعث نگرانی نگرانی عمیق جامعه بین است حل کنیم او ولی در این حال هم مقامات آمریکا از شخص پرزیدنت اوباما گرفته تا بقیه بارها اعلام کردند که ما واقعا نمیدونیم در ایران با کی طرفیم یعنی به اون منبع قدرت و تصمیم گیرنده های اصلی در ایران که کیا هستن حالا یک جنگ قدرتی در گرفته و این وجود داره و تا اونجا که من میدونم یک جناهایی یا اشخاصی ایرانی آمریکایی که در آمریکا زندگی می اینا تلاش دارند که به مقامات آمریکا بفهمونن که یکی از این دو جناه درگیر میتونه جناه بهتری باشه برای ایجاد رابطه با آمریکا آیا یک همچین تماسی با وزارت خارجه امریکا گرفته شده از جانب این اشخاص که بگن مثلا از این دو تا جنای اصولگرا یکیشون میتونه اون جنایی باشه که نهایتا ارتباط با آمریکا رو برقرار خواهد کرد اگر سوال شما رو بفهمم بله معلوم است که صاحب نظران زیاری هست که میخواد اظهار نظر کنه در مورد پریده های مختلف داخل ایران اگر جالب باشه یعنی دولت آمریکا میشنوه یعنی ما روزنامه های ایرانی میخونیم برنامه های مختلف تماشا میکنیم تا میتونیم بهتر درک کنیم یعنی اتفاقات داخلی ایران ولی ما دخالت که نمی کنیم چون همونطور که عرض کردم حضورتون مردم ایران باید شکل و عمل کرده دولت خودشو تعیین کنه سرنوشت خودشو تعیین کنه این کار آمریکا که نیست و ما نمیخوایم دخالت کنیم در امور داخلی ایران ما میخوایم که که دولت ایران حکومت ایران به وظایف بین در قبال برنامه هستایی در قبال مردم خود درسته. وفادار بشه ولی در عین حال وقتی که جنگ قدرتی در جریان همه کشورها به خصوص امریکا خیلی به علاقه منده که بدون این به کدام مسیر داره میره و نهایتا در یک مقطعی ممکن ناچار باشه موضعگیری بکنه اگر کسانی به شما مراجعه میکنن میگن که این جناه جناحیه که احتمالا بهتر از اون جناه دیگه است و اگر این تو این جنگ قدرت برنده بشه برای ارتباط آینده آمریکا با ایران بهتره خانه‌ها شما باش یک در نظر بگیرید دیگه یعنی تحلیل گران زیادی هست در مورد ایران و اونهایی که حرفه‌ای یعنی ان اونهایی که یعنی نظرشون سنجیده است بهشون گوش میدیم البته ولی همون جور که عرض کردم حضورتون یعنی موضع ما این است که ما به عنوان حکومت آمریکا باید با حکومت ایران مذاکره کنیم نه با گرایش های مختلف یا افرار مختلف یا احزاب مختلف یعنی ما دخالت نمی کنیم یعنی بسیار خوب خب الان شما آه، فارسی رو خیلی خوب صحبت می‌کنید خیلی گوش شما زیبا میشه البته البته خب از این کسانی که خارج از حالا این برنامه ممکن یه خود حالت رسمی پیدا کرد شما خیلی فارسی سلیستر و رسمیتری صحبت کردید ولی اصولا خیلی فارسی آمیانه صحبت می‌کنید چالا من... بدونی صحبت می‌کنید <تصفح> <تصفح> ولی من ولی من میدونم که شما هیچ وقت ایران نبودید و با جامعه ایرانی و اون به اصطلاح رفت آمد و زندگی نکردید ولی به نظر می‌رسه که انگار که شما سالهای سال در ایران بوده و با جامعه ایرانی زندگی کردید پس فارسی را کجا یاد گرفتید؟ اولا باید یعنی خلاف حرف شما حرف بزنم یعنی من از من یعنی من کجا من کجا تسلول کجا من انوز من هنوز, هنوز اندر خمی یک کوچه در مورد زبان فارسی ولی یعنی من که تخمینا تقریبا سی سال عاشق زبان فارسی و تمدن ایران و جامعه ایرانی شدم سعی کردم هر جایی که بودم زبان فارسی یاد بگیرم انگیزه اصلی من ادبیات بود چون در جوانیش عاشق چیزی ارفانی بودم شعرهای ارفانی و, و, توسعه پیدا کرده یعنی علاقه من به, هر به تاریخ ایران به تمدن ایران به به همه چیز خود ساخته اید یعنی خود, خود رفتید دنبالش و یاد گرفت پس من ایران شناس که نیستم ولی ایران دوست که هستم خیلی متشکرم با الانیر از شرکتون در برنامه بیاید تشکر می‌کنم شما